Welcome to Celeste. فرصت طلایی استثنایی برای سرمایه‌گذاری قبل از افزایش قیمت ها در بهترین پروژه شهر تورنتو قبل از سایر مشابه امداد. Guarantee return. پروژه منحصر به فرد 40 طبقه قلب داونتاون تورنتو، نزدیک بزرگترین مال تورنتو، ایتن سنتر. نزدیک بزرگترین مجتمع خرید زیرزمینی دنیا، تورنتو پارک. نزدیک ایستگاه مترو و مرکز تفریحی دانتا اسکوئر. نزدیک 100,000 دانشجو دانشگاه تورنتو، دانشگاه هنر، جورج براون کالج اند رایسن یونیورسیتی. سازنده معتبر نزدیک مراکز مالی و تجاری تورنتو، گوگل، آمازون، نتفلیکس. نزدیک دریاچه اونتاریو، بی فرست. برای بهترین سرمایه گذاری و مشاوره رایگان در املاک تورنتو و استفاده از مزایای ویژه با قیمت‌های پایین VIP و گرفتن واحد مناسب با دید دریاچه قبل از سایر مشاوره املاک، حق فروش قبل از تعویض به صورت رایگان با پیش پرداخت بلند مدت در و پروژه با پیش پرداخت فقط 10%. با من فریبرز در تماس باشید. Don't work for money, let your money work for you. 30,000 دلار تا 30 میلیون دلار، مرکز سرمایه گذاری و پیش خرید، fitforvip.com. بله، fitforvip.com. عرض موضوعتون که همین قسمتی که دیدین، این کمرشال یا تبلیغ که دیدین، متعلق آقای فریبرز فرهود نژاد، یکی از کسانش که در شهر تورنتو به طور گسترده فعالیت داره و از بهترین نمونه های کاندوها و چیزهای دیگه خبر داره و در این رابطه بسیار دستش بازه و کسانی که تو کار ساخت و ساز باشن حتما با ایشون تماس میگیرن، چون میدونن که توانایی فروش زیادی داره و ایشون هم بسیار حساسه که چه چیزی رو انتخاب بکنه که همه کس پسند باشه. و به قول یکی از دوستان، خانم پروانه بعدی میگه من چیزی میخرم که بتونم بفروشم، ایشون هم همینطوره. خوشبختانه آقای فریبرز فرهود نژاد اینجا در استودیو هستن. درود بر شما، خوش آمدید. ممنون، منم تشکر میکنم و عرض ادب دارم خدمت شما هم بیننده محترم. آره، این فرصتی هستش که ما با شما هر چند وقتی بار، هر چند هفته یک بار بشینیم و آپدیت بکنیم، بروز بکنیم اطلاعاتمون راجع به سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری در املاک. بله. که شاید بشه گفت در حقیقت مهمترین نوع سرمایه‌گذاری باشه در همه جا. بله. املاک خیلی مهمه، همیشه سود داده، همیشه بهترین سرمایه گذاری بوده. خب ما رو آپدیت کن یا به اصطلاح اطلاعات ما رو به روز بکن که چه میگذره در بازار املاک. اگه دوستان تشریف ببرن تو وبسایتمون به اصطلاح fitforvip.com، وقتی تو وبسایت تشریف میبرید قسمت مارکت واچ، توی مارکت واچ به اصطلاح لینک رو خواهید دید که تمام اطلاعات مارکت به روز اونجا هستش. میتونید همین ماه گذشته مارچ رو به اصطلاح نگاه بکنید که نشون میده همچنان به اصطلاح قیمت‌های مارچ امسال نسبت به پارسال 18.5% افزایش قیمت داشتیم. پس در حقیقت 2022 نسبت به 2021، بله، 18.6% نسبت به 18.5% نسبت به پارسال افزایش قیمت داشتیم. و دیت آف مارکت یعنی تعداد روزایی که به اصطلاح یه پراپرتی لیستینگ تو مارکت میمونه 20% کم شده، یعنی سال 2021 هولوش 10 روز بود، به صورت اوریج و میانگین امسال هولوش 8 روزه. و خدمت رو عرض کنم در حقیقت این داستان افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. و یه نکته هم هست تو همین به اصطلاح مارکت واچ، اگه ببینید میبینید قیمت‌های مارچ 2022 نسبت مارچ 2021 یه درصد کمتر شده. در حقیقت به خاطر یک دو تا ترمیزی که گوش دولت به اصطلاح سعی کرد یه ترمیز بذاره، ولی این افت و خیز ها و به اصطلاح اینا در نهایت موقتی، هر چی باشه باز نکنید. افزایش قیمت ملک مثل یه ترنه، یه قطاره، ما باید سوار این ترن بشیم. اگه سوار این قطار و ترن نشیم، در حقیقت هرگز با دویدن به این قطار نمیرسیم. این قطار حالا بعضی موقع آروم میره، بعضی موقع سریعتر میره، بعضی موقع سربالایی، بعضی موقع سرپایینی،
بعضی وقت توی پیچ خودش سرعتش رو کم میکنه که میزون بکنه که بگم قطار چپ نکنه. اینه که به هر حال این بالا پایین شدن قیمتا همیشه هستش، دو ماه بالا میره یه ماه پایین میاد، چهار ماه بالا میره یه هفته پایین میاد یه ماه پایین میاد، این داستان همچنان ادامه داره. اما وقتی که شما تو همون مارکت واچ نمودار کلی و برای 60 ماه برای 5 سالو ببینید، همیشه میبینید نسبت 5 سال گذشته قیمتا همچنان افزایش پیدا کرده. به خاطر همینم هم هست که همیشه میگن بهترین زمان خرید ملک همیشه 5 سال گذشته است. اینه که بله قیمتا بالا پایین میره، این قطار همچنان سرعتش کم و زیاد میشه، سربالایی و سرپایینی داره، اما اون افرادی که به اصطلاح سوار این قطار شدن به هر حال با قطار جلو میرن، با قطار افزایش قیمتها، اما اون بند خدایی که به قول معروف سوار این قطار نشدن و هر چقدر دنبال این قطار بدوئن باز به این قطار نمیرسن. مثل باید سوار شد. ما دوستان داریم که آقای زرم 20 سال منتظرن قیمت ملک بیاد پایین کم بخرن. 20 سال پیش انتظار اشتباهی. 20 سال پیش ما تو یانگو استیز خونه می‌خریدیم 350,000 دلار. شما الان توی یانگو استیز باید آپارتمان بخرید 700,000 دلار. اون خونه‌ای 350,000 دلاری 20 سال پیش الان خونه بود می‌کنیم 2 میلیون. بله بله. اینه که یه سری افراد اصلا هنوز منتظر این اصلا یه قطار واسته، اما همچنان قطار. من یه چیزی که فراموش نمی‌کنم شما گفتید اینه که گفتین در سال حدود 100,000 تا خونه نیازه. بله. در صورتی که 30,000 تا ساخته میشه. 30-40,000 آمار جدید، آمار الان، ما الان در سال 100,000 نیو هوم لازم داریم، در حقیقت 1,000,000 نیو هوم تو 10 سال. 1,000,000 نیو هوم تو 10 سال خب میشه تقریبا 100,000 نیو هوم تو در سال، که فقط 30,000 به سال نیو هوم داره ساخته میشه، یعنی ما 70,000 نیو هوم کم داریم. این آمار سال 2015-16 به این صورت بود که ما در سال 30,000 نیو هوم لازم داشتیم، 18,000 تا می ساختیم. در سال 30,000 تا لازم داشتیم، 18,000 تا می ساختیم. 6 سال 7 سال گذشته، الان ما در سال 100,000 تا نیو هوم لازم داریم و سالیانه 30,000 تا داریم می ساختیم، یعنی سالی 70,000 تا کم داریم. مطمئنا 3 سال 4 سال بعد تعداد دیمند از 100,000 تا خیلی بالاتر خواهد رفت و همچنان به اصطلاح ساپلای عرضه اون تقاضا رو نمیتونه کاور بکنه و این که دلایل عمده افزایش قیمت هاست. در هر صورت چون عرضه و تقاضا با هم فرق میکنه، عرضه خیلی کمه، تقاضا بسیار زیاده، بنابراین حتما قیمت ها بدون استثنا بالا میره و دولت سعی میکنه که کنترل بکنه. خب منطقی هم هست که کنترل بشه، عادلانه بره بالا و خوبه، ولی در هر صورت شما برنده خواهید شد اگر ملکی، املاکی، چیزی بخرید. حالا میگن آقای زرمه، میگن بهترین سرمایه گذاری، بهترین اینوستمنت توی زمین زمینه. The best investment in earth is earth. بهترین سرمایه گذاری تو زمین زمین ملکه. روی کره زمین زمینه. زمینه. بهترین سرمایه گذاری تو earth is earth. اینه که به قول معروف وقتی که شما اون به اصطلاح سرمایه رو دارید، اگر ریال استیت سرمایه گذاری نکنید کجا میخواید سرمایه گذاری کنید؟ حالا راجع به سلسکاندو بگو. برای این پروژه سلسکاندو، همونجوری که میدونیم ما سری پیشم مزاحم آقای زریمر بودیم، پروژه سلسکاندو تقریبا هفته پیش تو مارکت اومد، باز اطلاعاتش تو وبسایتمون هست، بچه‌ها دارن زحمت میکشن نشون میدن، fitforvp.com که تشریف ببرید رو پروژه ها. اولین پروژه سلسکاندو، این پروژه هفته پیش اومد و کمتر از یک هفته اکثر یونیتاش به اصطلاح سولد اوت شده. ما شاید بگم از سه خوابهای ویو ساوت وستش که به اصطلاح ویو لیکو داره، شاید 4-5 تا یونیت بیشتر نمونده باشه. خدمتتون عرض کنم دو خوابهاش هم همچنین، دو خوابهای کورنرش الان شاید از این پروژه که 40 طبقه از 516 تا یونیته، دو خوابهاش فقط 10-12 تا کمتر مونده، اما هنوز یه سری یونیت هستش که به اصطلاح دوستان میتونن در تماس باشن. پروژه نزدیک دانشگاه تورنتو، دانشگاه رایسون، جورج براون کالج و دانشگاه هنر جورج براون کالج که دقیقاً روبروی پروژه است، نزدیک ایتن سنتر بزرگترین مال تورنتو، سابوی پس بزرگترین شهر زیرزمینی دنیا، گینس که رکورد جهانی ثبت میکنه میگه پس بزرگترین شهر زیرزمینی دنیا، 30 کیلومتر 200,000 نفر در روز رفت آمد دارن، 5000 تا 7000 بیزنس و بالای 70 تا ساختمان تجاری که شما از زیر زمین میتونید به تمام به اصطلاح نقاط مهم تورنتو، راجر سنتر، ایر کانادا سنتر، ایتن سنتر، یونین استیشن دسترسی داشته باشه، همه از زیر زمین. و این پروژه به اصطلاح ما الان داریم توی پلاتینوم اکسسش میگیریم. اینه که
هنوز قیمت های وی آی پی داریم میگیریم، به جای 20% پیش پرداخت فقط 15% پیش پرداخت، 5% یه ماه، 5% 6 ماه و 5% توی یک سال و نیم. قیمت ها به چه صورتی هست؟ قیمت ها هنوز به صورت قیمت های اولی است. قیمت ها الان پروژه بعدی که تو همین ناحیه میاد شاید بگم 400-500 دلار پر اسکوئر فیت بالاتر از این پروژه خواهد بود. این پروژه هلوش 1600 دلار پر اسکوئر فیت، در این ناحیه باید 1700-1800 دلار به بالا باشه و خدمت مثلا قیمتش مناسب تره. بله قیمتش مناسب تره. چون کی مناسبه؟ در حقیقت ما الان داریم میگیریم، به اصطلاح برای دوستان داریم میگیریم، اینا پلاتینوم اکسس. پلاتینوم اکسس یعنی در حقیقت فامیلی فرندز ایونت، یعنی ایونت اولیه که همه دوستان میتونن وردارن. به خاطر همین قیمت ها قیمت های اولیه است پایین تر. خب هرچی هفته بعد یه ماه بعد بگذره قیمت ها رو خود بیلدر افزایش میده. اما اصل مطلبی که ما داریم توی قیمت های اولیه فرست اکسس میگیریم، یه سری مزایا داریم از جمله پیش پرداخت که خدمت درست کردیم به جای 20% 15% و حق فروش پراپرتیمون قبل از تحویل، تحویلش 2026 آگست. خیلی نگران این موضوع هست که مثلا میشه قبل از این که کلوزینگ باشه بفروشن. بله. شما این آپشن هم هست. بله این حق هم دارن، بهش میگن رایت آف اسایمنت. شما حق فروش قبل از تحویلی دارید، یعنی شما میتونید پراپرتی رو بگیرید. بهترین حالت براتون اینه که بگیرید کلوز بکنید، یه سال اجاره بدید بعد بفروشید، که همه اون کارهای اجاره و بقیه موارد ما خودمون براتون انجام میده. اما اگه کسی بخواد قبل از کلوزینگ، قبل از تحویل بفروشه، بخواد تحویل نگیره، بخواد مورگیج نگیره، برای حق فروش هم شما دارید که قبل از تحویل میتونید بفروشید. در ضمن یه نکته هم هستش، همین پروژه که ما میگیم 15% داون پیمنت، با آقای زرمی داشتیم صحبت میکردیم قبل از به اصطلاح اینکه مزاحم شما بشیم، همین 15% پیش پرداخت ما یه برنامه هم داریم برای یه سری افراد که به اصطلاح کمک بشه بتونن پراپرتی بگیرن. به جای 15% حتی ما میتونیم با 5% پیش پرداخت بریم جلو، یعنی حالت عادی که به جای 20% 20% داره تبدیل به 15% میشه، 5% یه ماه، 6 ماه، 5% چه شرایطیه؟ حالا ما به جای 15% این 15% رو میتونیم به جای به صورت 5% هم در بیاریم. به چه صورت؟ دقیقاً برای کمک به افرادی که خب الان یه پولی دارن، 5% اولیه رو برای یه ماه اول دارن، بقیه پول رو ممکنه توی 6 ماه یه سال و نیم آینده نداشته باشن، اما 3 سال 4 سال آینده دارن. ما چیکار میکنیم؟ در حقیقت کمپانی ما میاد اون 10% رو حالت به اصطلاح لون به اصطلاح پرداخت میکنه و خدمتتون عرض کنم شما که یه سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد اون 10% دستتون اومد، دوباره به کمپانی برمیگرده. خب بهره 10% شما مثل لاین اف کردیت دیگه، مثلا اگه لاین اف کردیت بیرون حالت عادی حالا مثلا 10% 8% باشه، حالا کمپانی ما معمولا با 8% یا کمتر 6% به اصطلاح این لون رو میگیره و در حقیقت به اصطلاح کمپانی ما اون 10% رو به صورت لون پرداخت میکنه. همون اینترستی که به اصطلاح باید به بانک داده بشه، حالا مثلا میگیم 6% 8% همون اینترست به بانک پرداخته میشه. اما شما مثلا میگم ممکنه 5% رو الان دارید، 10% ممکنه 2-3-4 سال بعد داشته باشید، یا یه ملکی دارید که میخواد 3-4 سال بعد بفروشید. اینه که خدمت رو عرض کنم اون 10% رو کمپانی ما به شما میده، لون از بانک گرفته میشه، شما اینترست رو به بانک داده به سلو پرداخت میکنید تا اون 10% برگرده. اینجوری شما ممکنه توی اون 1-2-3 سال به فرض مثال 5,000 دلار، 20,000 دلار، 10,000 دلار بهره پرداخت کرده باشید، اما اون 10,000 دلار، 20,000 دلار بهره پرداخت قیمت ها حداقل 200,000 دلار، 300,000 دلار. بله کاملا ارزش سرمایه گذاری داره، ارزش قرض کردن داره. بله. مخصوصا برای یه چنین کاری، یه سرمایه گذاریش که بدون برگرد سود داره. بله. حالا راجع به کاندو آفیس هم یک توضیحاتی بده. بله یه سری دوستان بعضی موقع سوال میکنن که به اصطلاح ما توی این کاندو بیلدینگ ها که هستش برای خودمونم آفیس و کامرشال بگیریم، که من اصلا پیشنهاد نمیکنم. نیاکنید برای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری فقط این نیست که ما یه پراپرتی بخریم، فقط این نیست که ما پولمون از جیبمون در بیاریم تو جیب بیلدر بذاریم، فقط این نیستش که ما یه کاغذ امضا کنیم. سرمایه گذاری یه داستان طولانی داره و به خاطر همینه که حالا توی این مرحله که ما در تو کاندو آپارتمان داریم صحبت میکنیم، حتما حتما به نفعتونه کاندو کامرشال یا کاندو آفیس، منظورم توی این کاندو بیلدینگی که هستش آفیس نخریم. شما اون پول بجنگ که توی کامرشال کاندو بذارید، بهتره تو رزیدنشال بذارید تا ریترن و بازگشت بهتری بگیرید. یه موقع است میخوایم سمت کامرشال بریم، سمت موارد تجاری بریم، میریم سمت زمین کامرشال.
به اصطلاح زمین تجاری. اگه زمین تجاری زمین کامرشال باشه که همین الان ما به اصطلاح چند مورد زمین داریم که داریم به اصطلاح کار دیولپمنتش رو انجام میدیم، برای دیولپمنت زمینم از A تا Z از اول تا آخر به قول من رو همه کارش خودمون براتون انجام میدیم، از اپلیکیشن، آرشیتکت، پلنینگ و به اصطلاح تمام میتینگ هایی که به اصطلاح با سیتی باید بشه همه کارش خودمون براتون انجام میدیم. انیوی اگه میخوایم به سمت کامرشال و تجاری بریم، بهتر سمت زمین تجاری بریم، زمین کامرشال بریم. توی آپارتمان بهتر فقط و فقط فوکسمون روی خدمت رو از کنم رزیدنشال و مسکونی باشه، نه توی تجاری. زمین تجاری منظور این که مثلا در دانتان ها، دانتان حالا ریچمون هیل باشه یا دانتان مثلا همین الان یه زمین هستش توی نایاگارا فالز چیزی حدود 50 میلیون، یه موتل، خب اسمشو نمیتونم ببرم، حالا دوستان که موتل یا هتل، یه موتل، هتل نه موتل، خدمت از قالو دوستان که به اصطلاح اینترست باشن در تماس باشن، چون ما برای ارائه اطلاع باید حتما کاغذ کانفیدنشال به اصطلاح امضا بکنیم که این اطلاعات به صورت به اصطلاح محرمانه میمونه و به همه جا پخش نمیشه. حالا انیوی یه دونه به فرض مثلا یه موتل توی به اصطلاح نایاگارا فالز هست، 50 میلیون گفتی؟ 50 میلیون که توی مرز زمینش زمین بزرگی، همین الان هم موتل داره کار میکنه و همین الان هم درآمدزایی داره و زمینش لب مرز منطقه ای قرار گرفته که شما این کارو میتونید بکنید یا نمیتونید بکنید. بعضی ما مواقع دوستان با ما زمین میزنن فریبرز، من شنیدم که آره مثلا فلان جای زمین هستش چه میدونم 100 ایکر 2 میلیون بخرم یا نخرم. یکی از دوستانم که خب من براش خیلی کارهای حالا سرمایه‌گذاری میکنم از دبی تماس گرفت، فریبرز توی نایاگارا فالز یه زمین دیدم 400,000 دلار، این 400,000 دلار رو بخریم. گفتم خدا خیرت بده 400,000، وقتی ما یه آپارتمان 400,000 دلار نگیریم که زمین 400,000 دلار سرش به تنش نمیاد، اصلا بهتره صحبتش هم نکنیم. یه جای دورو که مثلا آینده نداره. نگو فقط خریدن زمین نیست، زمین باید زمینی باشه که قابلیت ریزونینگ و تبدیل شدن کاربری رو داشته باشه برای موارد تجاری. همین موردی که توی نایاگارا فالز خدمت عرض می‌کنم، مرز قرار گرفته که شما اینور مرز بخرید هیچ کاری نمیتونید بکنید، اونور مرز بخرید میتونید ساختمون 5 طبقه بزنید. این به اصطلاح موتل دقیقاً اونور مرز قرار گرفته، یعنی جایی قرار گرفته که شما میتونید خدمت یعنی در آمریکا قرار گرفته؟ نه تو کانادا. نه مرز که منظورمه که مرز زونی، مرز سیتی. آه. یعنی توی مرز شهرداری به فرض مثال زونینگ این خط به فرض شما نمیتونید 3 طبقه بالاتر بسازید، زونینگ اون خط شما میتونید به اصطلاح مرتفع بسازید، که این دقیقاً تو منطقه قرار گرفته که شما با اینکه الان موتل داره کار میکنه، با اینکه موتل درآمدزایی داره و شما حتی میتونید به عنوان بیزنس هم نگاه کنید بهش و به اصطلاح موتل رو بگیرید رام بکنید، در حال ساخت نیست بلکه این یه موتل، نه موتل که قشنگ داره کار میکنه، یعنی الان شما میرین نایاگارا 50 میلیون چند درصد مثلا یکی باید بره سهم بخره که مثلا 5 درصدشو بگیره؟ نه کل موتل، کل زمین با کل بیزنسش کلا 50 میلیون، کل زمین و کل بیزنس موتل 50 میلیون، یعنی شما همه رو میتونید موتل رو بگیرید و مشغول بیزنس هتلداری توی موتل باشید و الان هم داره کار میکنه، الان هم به اصطلاح پر هستش. اما کنارش میتونید خودتون به اصطلاح به فکر دیولپمنت باشید. برای دیولپمنت هم گفتم خودمون از A تا Z شو براتون انجام میدیم، حالا ممکنه خودتون بخواید انجام بدید میتونید انجام بدید، خب 100% ضرر میکنید. حالا ممکنه مثلا این کار ما براتون انجام بدیم 2 دلار هزینه داشته باشه، اما اگه خودتون انجام بدید مطمئن باشید 20 دلار هزینه خواهد داشت. اینه که A تا Z شما براتون انجام میدیم و این موتل رو به اصطلاح تبدیل به ریزونینگ میکنیم و موقعش که بشه شما میتونید خودتون به اصطلاح برای ساختش هم جلو برید یا نمیتونید به بیلدرا بفروشید که قسمت ساختش رو انجام بدم. یه نکته سریع هم باز کنم چون حالا مورد 5 میلیون اشاره کردم خدمتتون، یا کنید برای سرمایه گذاری اگه پول نقدی که دستمون زیر 1 میلیون، زیر 1.5 میلیون، شما 50,000 دلار پول نقد دستتونه، 200,000 دلار، 1 میلیون پول نقد دستتونه، بهترین حالا واسه سرمایه گذاری که سمت کاندو آپارتمان پری کانستراکشن بریم. حتی ما توی اینوستمنت ترجیح میدیم سمت ریسل کاندو نریم، کاندو آپارتمان رزیدنشال. اگه بالای 1.5 میلیون، بالای 1 میلیون دستمونه، بهترین حالت اینه که سمت دیولپمنت بریم، زمینای بخریم که دیولپ بکنیم. این وسط چیزی به اسم هاوس یا خونه برای اینوستمنت
واقعا مفهوم پیدا نمیکنه. چون من بعضی ما با یه سری دوستان صحبت میکنم، مثلا خب میگم فریبوس خونه بخریم که نمیدونم اجاره بدیم، یا ما نمیخوایم وارد رنتال بیزنس بشیم، شما میخواید با به اصطلاح کمترین افرت، با کمترین زحمت بیشترین بهره رو از پولی که دارید ببرید. ما اگه به اصطلاح یه پراپرتی هاوس خونه بخریم، اون هدکی که داره به اصطلاح اونقدر هستش که شما اگه اون هدک و انرژی رو توی جای دیگه بذارید میتونید دو برابر سود بگیرید. من یه دونه مثال خیلی سریع بزنم در رابطه با پراپرتی خودم. من الان خودم یه پراپرتی دارم توی یانگ و اگلیتون، آپارتمان اجارش 2800. یه خونم دارم توی یانگ و کامر به اصطلاح اجارش 2600. آپارتمان قیمتش هست 850,000 دلار، خونه قیمتش هست 1,700,000. ما تو خونه دو برابر داریم مورگج میدیم، دو برابر داریم بهره میدیم، دو برابر که نه، 3-4 برابر بیشتر داریم پراپرتی تکس میدیم، 100 برابر هدک، هدک راکون، روف، زیرزمین، آب دادن، برفارو کردن، چمن، مستجر که توی آپارتمان هست، چون آپارتمان نوسازتره خب هدکش کمتره، اما وقتی خونه هست قدیمی‌تره، خب اگه خودت بخوای زندگی بکنی میتونی مثلا خونه داشته. خب اون دیگه اینوستمنت نمیشه، میشه به عنوان یوزر. آره، میشه بونی. برای اینوستمنت شما میبینید آپارتمان دارید توی هاوس، همه هزینه ها دو برابر، اما اجاره دوتاش 2,600، آپارتمان 2,800، خونه 2,600. پس خونه یعنی واسه اجاره دادن نمیسر، واسه سرمایه گذاری. بله. هاوس در حقیقت هدکاش بیشتر، هدکاش 100 برابره، هزینهاش 2 برابره، اما سودشون یکیه. هاوس موقعی مناسبه که فقط به عنوان هاوس نگیریم، همونجوری خدمتتون عرض کردم، زیر 1 میلیون، زیر 1.5 میلیون دلار کش زیر دستمون هست، سمت آپارتمان پری کانستراکشن میریم. بالای 1 میلیون، 1.5 میلیون دستمون هست، سمت زمین، یا به قول دوستان اکثرا میگن هاوس، بگیم فقط کلمه هاوس رو میبینن، سمت زمین یا خونه ای بریم که میشه کار دیولپمنت روش انجام داد یا ساخت و ساز، نه اینکه بگیم زمین بگیریم، خونه بگیریم، میخوام اجاره بدیم، وارد رنتال بیزنس بشیم. تو رنتال بیزنس شما حتما ریتن مناسب نمیگیرید، وارد رنتال بیزنس نباید بشیم، باید خونه یا زمینی که میگیریم به صورتی باشه که در حقیقت رنتش و اجارهش برامون مهم نباشه، ارزش افزوده تو دیولپمنت برامون مهم باشه. اینه که خدمتتون عرض کنم به اصطلاح برای فرمو جان، فقط مسئله که چون وقت ما تموم شده، فقط یکی دو تا تیپ به ما بده که یکی دو تا تیپ خیلی سریع هم به قول فرمایشتون برای فروش خونه بگم خدمتتون. شما موقعی که خونتون رو میفروشه، خب اول از همه این که سعی کنید اگه تو خونه مستاجر هستید، مستاجر دارید، بهترین حالت این که مستاجر تو خونه نباشه. منظورم اینه که اگه مثلا مستاجرتون یه ماه بعد، دو ماه بعد قراردادش تموم شه، صبر بکنید قرارداد تموم بشه، مستاجر بیرون بره، بعد خونه رو واسه فروش بذارید. این خیلی مهمه. مورد بعد این که همیشه وقتی خونه رو هاوس و واسه به اصطلاح حال چه هاوس چه آپارتمان واسه فروش میذارید، حتما دو تا نکته رو انجام بدید، یکی کلینینگ، یکی ارگانیز کردن. یکی ارگانیز کردن، به فرض مثال همه چیز مرتب باشه، کلوزت ها، نه شما 30 تا لباس توش باشه، 5-6 تا لباس باشه، وقتی تعداد لباس زیاده، وقتی که ارگانیز نیستش، بایر که میاد، خریدار که میاد، فکر میکنه به سر شما واقعا تو خونه اون فضای کافی رو نداره. همون گل و گلدون هم اونو زیباتر میکنه، بنابراین باید چشم نواز بشه. فرست امپرشن هم خیلی مهمه. فرست امپرشن، همین گلدونی که فرمودید یکی از موارد مهمی که هستش، استیجینگ خونه است. نیا کنید، خب یه کاری که حرفه ای انجام بشه با کسی که 30 سال تجربه داره، با کاری که انجام بشه بدون تجربه، اینا ریزالت خیلی متفاوتی خواهد داشت. ما توی تیممون، این که میگم تیم، نیا کنید، یه موقع ممکنه شما کارو دست یه نفر بدید که فقط توسط یک شخص انجام بشه. خب یک شخص هر چقدر انرژی بذاره اون سرویس رو نمیتونه بده، در مقابل با تیمی که ما الان تو تیممون داریم که فقط بند خدایی هستش که ایف به صلاح خانم روسیه که فقط 20 سال کارش استیجینگه، کار رنوویشنه، کار پلامبینگ داریم، کار خدمت رو از کنم فرنیش اجاره دادن داریم، کار مووینگ داریم. اینه که بهتر کار حرفه‌ای انجام بشه. پس استیجینگ هم دوباره توی فروش خونه خیلی مهمه. اینم یکی از نکات دیگه است. و ممنون از توضیحاتت. 101 نکته برای فروش خونه، این مواردی که گفتم، 2-3 نکته. برای 97-8 نکته دیگه به هم زنگ بزن، من در بقیه یه کمی این که بقیه شما باید دوباره کار داریم دیگه. بله. چند وقت دیگه دوباره میخواییم آپدیت کنیم ما رو در جمع بزن. من فکر کنم که یکی از اون بهترین برنامه ها که به نفع مردم هست همین برنامه شماست که مثلا ما با هم داریم در مورد املاک و سرمایه گذاری. 999 دلار هم یادشون نره، شما به جای اینکه پراپرتی رو لیست بکنید، 30-40,000 دلار براتون هزینه داشته باشه، برید تو وبسایت ما fitforview.com، بچه‌ها زحمتش کشیدن، شما فقط با 999 دلار میتونید پراپرتی رو تو مارکت بذارید واسه فروش. بله، توضیحات بیشتری که خواستین حتما با آقای
فریبرز فرودی نژاد تماس بگیرید که راهنمایی بکنه، صادقانه بهتون اطلاعات میده، اطلاعاتش بسیار وسیع و با ارزشه. از شما ممنونیم که اومدی فریبرز جان. ممنون. چند وقتی که دوباره ما مزاحمت میشیم و که میای که ما رو آپدیت کنی. ما سعی میکنیم توی یه هفته دو هفته آینده دوباره مزاحمتتون بشیم و آپدیت جدید بدیم و همیشه خدمت و مزاحم آقای زهرمن هستیم، مزاحم خواهش می‌کنم. این جور چیزا خیلی خوبه، من فکر می‌کنم به نفع همبدنان ما هستن که مایل هستن که سرمایه گذاری کنن. برای کامیونیتمون باز آگاهی بیشتر باشه خوبه. بله، متشکرم از شما که بیننده ما بودید. با شماره تلفن‌هایی که پای صفحه تلویزیون تماس بگیرید با آقای فریبرز فرهودی نژاد تا سرمایه گذاری درست حسابی داشته باشیم توسط یه نفر که به کارش خیلی وارده. از اینکه بیننده ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. شب و روز خوش. Welcome to Celeste. فرصت طلایی استثنایی برای سرمایه‌گذاری قبل از افزایش قیمت‌ها در بهترین پروژه شهر تورنتو قبل از سایر مشابهین امداد. Guarantee return. پروژه منحصر به فرد 40 طبقه قلب داونتاون تورنتو، نزدیک به بزرگترین مال تورنتو ایتن سنتر. نزدیک به بزرگترین مجتمع خرید زیرزمینی دنیا تورنتو پات. نزدیک ایستگاه مترو و مرکز تفریحی دانتا اسکوئر. نزدیک به 100,000 دانشجو دانشگاه تورنتو، دانشگاه هنر جورج براون کالج و رایسن یونیورسیتی. سازنده معتبر. نزدیک مراکز مالی و تجاری تورنتو گوگل، آمازون، نتفلیکس. نزدیک دریاچه اونتاریو بی فرست. برای بهترین سرمایه گذاری و مشاوره رایگان در املاک تورنتو و استفاده از مزایای ویژه با قیمت‌های پایین VIP و گرفتن واحد مناسب با دید دریاچه قبل از سایر مشاورین املاک، حق فروش قبل از تحویل به صورت رایگان با پیش پرداخت بلند مدت در و پروژه با پیش پرداخت فقط 10%. با من فریبرز در تماس باشید. Don't work for money, let your money work for you. $30,000 تا $30 میلیون. مرکز سرمایه گذاری و پیش خرید. bitforvip.com